من اون شب تو بیمارستان بودم، دیدم سویچ رو ماشینه، اشتباه کردم ماشینو برداشتم. عطا بگو مشتگانی هم میدیم. من اون شب که تماس گرفتم خدمتتون بحث مجدگانی مطرح کرد. من 15 میلیون بدم تو ماشین خودم به خودم تحویل بدی. آقا خجالت بکش. تو چی میگی؟ جلو همشه بگی. نگی خانم. چی کار داری میکنی؟ من تو فیلم ها دیدم. ای بزنش به اوش میاد. حتی این مود کردن نمیگیری یا؟ به من چه؟ همه دیدم خوشنگ کلسترول. دنگ جدی تصمیم گرفتم که دیگه اون کارو نکنم. تا داغه باید ببریمش. بگم آجان. آژانس خودت. چی شد؟ همیشه زنگ می‌زدی، این دفعه خودت تشریف آوردی، ما در خدمت. من ترس داریم. 9 سال پیش من جای تو بودم. بعد چیکار کردم؟ رفتم تو. فهمیدین 2 ساله؟ بله. مجردین یا متعهد؟ چه فرقی می‌کنه؟ یه جواب بده. نوبت تو. درخواد فیزیکی نداشت. آخه این بچه پر روه. البته شما استاد ما، این منم نمیخوام دخالت کرده باشم. آقا چرا میخندی؟ گفتین استاد ما. استاد چی تو اتیاد؟ اینجا اومدن شجاعت شرمندگی و خندم نداره. ببخشید. اما اینه که شما فرمودین مجرد یا متعلق بودن چه فرقی میکنه؟ طبق آمار رسمی 55% طلاقا به خاطر اعتیاد تو ایران. یعنی الان چند تا معتاد تو ایران داریم؟ طبق آمار رسمی 1,325,000 تا معتاد رسمی تو کشور داریم. تازه این آمار رسمی و اصلا نمیدونیم چند تا معتاد پنهان داریم. تو خانواده شما به جز شما کسی دیگه هم مصرف کننده است؟ نه. دایی؟ ایشون که خیلی وقت پاکه، تو خانواده خودتون. بابا من پدر مادرم سیگارم دستشون نمیگیره. بکن زنمو سیگار بگیره دستش. نه خند آقا، آمار اعتیاد زنها از 10 سال پیش به این وقت 4 برابر شده. شما کارت ملی تو ما بده. کارت ملی واسه چی؟ میشه ما میمونه هر وقت خواستی مرخص بشی به تصمیم. الان همراهم نیست. خواهد برم بعدم با کارت ملی بیام. آقا حتی فکر نمی کنم این دوستمون تصمیمش چطوری باشه. زنگ بزن به باباش بگو کارت ملی رو زنگ بفرسته. میخوای اینجا بابا زنگ نیاز نیست. بذار فکر کنم شاید همراهم باشه. بفر. شما خوبین آقای نعمتیان؟ آقا 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 منو ببی. ماشی کار چه بابا؟ کار کجا بود؟ میگم این ساعت هوشیاریش پایینه، باش انگلیسی حرف میزنی. دوست انگلیسی میدونه؟ آره دیگه، ماشه شما رو که نبردن که ناراحت باشین که. ای گفتی من کیم؟ تو بچگی منی، کودک درونمی. این تا اثر دارو تموم نشه حواسش سر جاش نمیاد. شما رو یادم نیست. چون من نبودم. پس تازه به دنیا اومدی. قدم نورسیده مبارک خانم. ایبا شما بخوابین. بخواب. شب بخیر. نه آقای نعمتیان، خواهش میکنم، یه دور همی کوچیک خوشحال میشدیم شما هم باشی. کلا اون خانواده رو بیاری جا نداری. خب من وای میستم دیگه گدا. بله خواهش میکنم. الو سلام منصور جان، چطوری آقا؟ چشون آقای مزاری ببخشی، این راننده ما رفته یه پسری رو سوار کرده، هر سه به اتفاق رفتن مرکز بازپروری. کم؟ همون جایی که معتادا رو جمع میکنن؟ مطمئنه؟ دمت گرم منصوری، جبران بکنم. قربونت برم. چاکر. خداحافظ. کی بود؟ هیچکی.
تو انباری روغن داریم؟ پس چرا نمیری؟ تو صورت من چیزی نمیبینی؟ یه خورده به چرخ. وای هوشنگ چه دماغ بزرگی داری. حالا دماغ رو ولش کن. چیز دیگه نمیبینی؟ به جز دماغ و سیبیل نه. اونجوری نکن زشتر میشی. زشت یا زشتر؟ زشت تر. خب حالا مرد که نباید خوشگل باشه. راست میگم، مرد باید جذاب باشه. آخه خیلی خوب، میدونم که میخوایی بدونی دلیل این پوزخند رو لبای من چیه. یه خبر خوب برات دارم، یه خبر بد. اول کدومشو میخوای بشنوی؟ خبر خوبو. نه، معمولا میگن خبر بد. من دوست دارم اول خبر خوبه رو بشنوم. آخه خبر خوبه در ادامه خبر بد است. پس چرا میگی اول دوست داری خبر خوبو بشنوی یا خبر بدو؟ زودتر بگو، صد تا کار دارم. خیلی خوب. جدیدن متوجه تغییر تو رفتار عطا نشدیم؟ نه. به نظر یکم پرخاشگرتر نشده؟ نه. بی حوصله تر، بی منطق تر؟ نه. میدونی علتش چیه؟ علت چی چیه؟ همین پرخاشگر شدن، بی منطق شدن، بی حوصله شدن رو میگم دیگه. من که همه رو گفتم نشده. برای اینکه علاقت به برادرت کورت کرده. سرت اینه یه کبک ترسو کردی زیر برف. هوشنگ درست حرف بزن. ببخشید، یکم زیاده روی کردم. خیلی خوب، خبر بد. خبر بد اینه که عطا دوباره داره میکشه. چی میکشه؟ نقاشی. خب معلومه دیگه، مواد مخدر. مواد مخدر چیه؟ مواد مخدر موادی است که معتادین آن را مصرف میکنند. تو از کجا میدونی؟ به آژانسیه گفتم گزارشش را من بدم. تو خجالت نمیکشی جاسوسی داداش منو میکنی؟ چیکار به داداش تو دارم؟ مثلا انقدر بکشه بیفته گوشه خیابون؟ من به عنوان یه پدر مسئولیت دارم که بدونم پسرم کجا رفته، با کی رفته، داره چی کار میکنه. مگه سعید داره چی کار میکنه؟ رفتم مرکز بازپروری، همونجایی که حتی ترک کرد. رفتن که دوباره ترک کنم. شاید رفته سر بزنه. سعید بردتش. خبر خوبه همین بود. سعید به عنوان یه مرد رفته به دایی مافنگی و بدبختش کمک کنه. ماما این به هوش اومدا. تو از که اینجایی؟ همین الان اومدم. یعنی چیزی راجع به این که دایی تو بردن مرکز؟ حالا نشنیده باشم، تو باید یه کاری بکنی بفهمه. چی شده؟ هیچی مامان جون، برو من الان میام. هوشنگ جلو شیرین و بابا چیزی نمیگی یا؟ زهره، این سینه مخزن اسراره. خیلی خوشحالم که حرفمو قبول کردیم. اصلا ماشین ما کجاست؟ میگم ماشین ما کجاست؟ من هیچی یادم نمیاد. چرا میزنیش؟ میخوام ببینم بیهوش میاد. تو هنوز اونقدر نمیفهمی، کسی که داره صحبت میکنه بیهوش نیست. بچه من خیلی خوبم میفهمه. فعلا که این آقاست که خوش زده به اون را. ببینم آقا، بالاخره میتونی بلند شی یا نه؟ چطور؟ واسه اینکه میخوام سر جام بخوابم. نه پدر جان، من متاسفانه هنوز نمیتونم بلند شم. یعنی شما هیچی از ماشین ما یادت نمیاد؟ من اصلا نمیدونه برای چی اینجا. دروغ میگه. دروغ میگه، خودش زده به اون را. ماشین ما هیچی یادت نمیاد. ماشین. یواش بابا. آقا شما هیچی یادت نمیاد؟ من فقط یادمه که شوهر ایشون منو زد.
سرم خورد به درخت. بفرمایین خود مذوب داره میگه که زارب عطا بوده. بله خود شما زدید منو. نه من شوهر ایشون نیستم. برای من چه فرقی میکنه؟ شما شوهر من یادت نمیاد چه شکلی بود؟ اصلا خود شما کی هستی؟ آقا دیگه چی یادتون میاد؟ من یادمه که ایشون متخصص نبود و یه 15 میلیون قرار بود به من بده. من فهمیدم این آقا یه نوع فراموشی گرفتن که خاطرات گلچین میکنن. شما یادتون نمیاد واسه چی ما قرار بود به شما 15 تومن بدیم؟ آی کمره، آی من اصلا حالم خوب نیست، ببخشید باید دراز بکشم. دورشو خلوت کنید الان حالش بهتر میشه. چی رو دورشو خلوت کنید؟ این فیلمشه. پاشو ببینم ماشینمون کو. ضایعه مغزی باید در آرامش باشه. بیا اینم این وسط واسه ما دکتر شد. حالا یکم دورش خلوت باشه بهتره. ای راست میگی، خان دکتر متخصصم میدونن دیگه. پاشیم بریم، پاشیم زهره، پاشو آقا اوشک، پاشو نشی، پاشو شیری پاشو، این مرغ نشسته اینجا، پاشو ببینم، پاشو. چیه؟ هیچی، بیهوشو؟ بله. با تو نبودم، با خانم دکتر بودم. نه، میخوان بخوابن. به حرفت میاد، تو هنوز منو نشناختی. این ما رو گیر آورده، میخواد تلکمون کنه. ها به نظر من داره درست میگه. بابا انارم بود، از اون فاصله با اون شدت میخورد زمین آبلمبو میشد. این که دیگه مغزه، و معلومه خاطراتش میپره. وا کجای سرش خورده، ما همون جوری بزنیم به دیوار. چطوری هر چی که به نفشه به یادش مونده. اینو دیگه باید از کسی بپرسین که سرشو کوبونده به درخت. همه دیدن که شما زدی به درخت. همه چیز تو فیلم واضح و مشخص و مبرهنه. زیبا اینقدر فیلم نکنا، برو همین الان اون فیلمو پاکش کن. ببین زهره، من به عنوان یک مستندساز تجربی نمیتونم تنها مدرک موجود رو نابود کنم. از من نخوا. چه عطا زده باشه چه هوشنگ زده باشه، اون مدرک الان بر ضد ماست. ببین زهره، اگه این یارو ضربه مغزی شده باشه تا 2 دقیقه دیگه بیفته بمیره، تنها چیزی که میتونه یه بیگناه از پای چوبه دار نجات بده همین فیلم منه. وا حالا شاید از اون زاویه که تو گرفتی قاضی فکر کنه عطا سرشو کوبونده به درخت. تو حاضری داداشتو بفرستی پای چوبه دار؟ اون موقع پاکش میکنم. وا هوشنگ زنگ زدن ها، پاشو دیگه. سعید و عطان، سلام. بازم تو سر تو انداختی جلوتر از بزرگتر انداختی تو. ببخشید. خسته نباشون. یارو حرف زد؟ کجا بودی 3 ساعته؟ کارواش بودن، محل شستشو. چی میگی تو الان؟ هیچی، دارم میگم کارواش یه برای پاکسازی، تو هم که اهل پاک شده. چیه؟ دارم در برای کارواش صحبت میکنم، اگه تو کارواش دار نیستی؟ برو بابا. آخ چه عرقی کردی، بیا عرقت پاک کن. حرف نزنیم، به خوش اومدیم. فعلا که خوش زده به اون را، الان که گرفته خوابیده. خوابی؟ بی خود خوابیده، اینجا من یه خوابگاهه. باشو ببینم. سعید. چی؟ مرد، یه مرد بزرگ. چرا؟ سعید جان، من همه چی میدونم. شما چی رو میدونی؟ هیچ. برو بابا. برو بابا. آیه. ببین اینا کارواش نبودن ها. چی میگی تو این هیری ویری تو؟ بابا این داره دوباره میکشه، ببین کی دارم بهت میگم. ببین عزیز همین پنجره پرت. آخه یکی نیست بهش بگه عملی، تو بفرسته عملی توشه. خب چرا به در بابا؟ چیه؟ بله سلام. برای چی؟ بله اومدم. چی
چی شده زاده؟ آقای محمود زاده است میگه بیاین دمه در بزنید چه خبره؟ کمک! سلام آقای محمود زاده. سلام. چه خبر؟ کمک! اتو چی کار داری میکنی؟ چیزی باش بگو دیگه اتو. کجا باشی میگم یادم نیست. ببخشید دیگه آقا این برادر زنمه یه کمی مشکل داره. یه مشکل داره یعنی چی؟ آقای محمود زاده اصلا مسئله مهمی نیست، سایه مسئله شخصی. شما بفرمایید خونه به خونه سلام برسونید. اتو شما برو تو. آه تموم شد. تو به جای اینکه آبروداری بکنی میگی برادر خانمت مشکل داره؟ زهره چرا نمیخوای واقعیت رو قبول بکنی؟ برادر تو معتاده. یادم سالم که این کارا رو نمیکنه. بازم دم سعید گرم که واقعیت رو بچه بردش کرد. بده برای شما ها. اون از اون شهر نمیاد از امروز. خوشحال چرا وایسادی من شما رو میکنم مهربون کنم اینو باید یه زنی داشته باشی ماشین من رو داشتی. آقا بفرمایین الان میشن حلش میکنه. شما بفرمایین بابا من دوباره سکته میکنم میفتم رو دستتون تمومش کنی. ماشین کنی تو نمیخوای یک کاری کنی بابا یه چی کمک کنی من برای آقا سریع کنم یادش رفته. شما من فقط روی یه چیزی حساسم ماشینم. یعنی رو بچت حساس نیستی؟ بچم و ماشینم. پس من چی؟ زنم بچم و ماشینم. اونو وقت گیر آورده پس من چی؟ ادای منو در نیار یا منو بخوریم وسط. اینا رو نگاه کن دوباره تو بابا یکی میباید وسط نجات کنم. چه روزی اومدی اینجا ها؟ آره میدونم شما بچه خانواده آرومی هستی. اتا بس عملی ندیده بودم اینقدر زور کشته باشتر خانم شاید یه کاری بکنی خانم شاید یه کاری بکنی برای شاید کجاست اتا نکن پوشنگ ببرش تو دیگه نمیتونی شما بفرمایید دیگه بابا ماشین بگه برو میفته باید آرزو به دلمون مثل بقیه بیام راحت بشینم چاییمو بخورم نمورده بودم جایتون درد نمیکنه؟ نه سرگیجه حالت تهوع نداریم؟ نه نه میتونی چند قدم راه بری؟ بله لطفا چند قدم راه بری چشم خوبه؟ خوبی؟ بله برگردید عقب لطفا جوب و مراقب باشین الان چطوری؟ خوبم لطفا یک بار بشینید و بلند شید چشم الان چطوری؟ ممنون این چند تاست؟ اون دفعه هم عرض کردم خدمتون که 4 تاست دختری یه ذره خلاقیت هم نداره به نظر من که سالمه هیچ چیش نیست بله بله خوبم خدا رو شکر چرا همه تون به من نگاه میکنی؟ تشخیص بده دیگه خب سارا که گفت هیچیشو نشده دیگه خب خدا رو شکر
آقا خیلی عجیبه ها، شما از اون بالا افتادی هیچیت نشده. من دستای خیلی قوی دارم خانم. ببینید ببینید قشنگ میتونم با دستم را برم، میتونم دور بزنم با دستم، دور بیام، حتی جوب را رد کنم. فقط حیف که یکم دستم درد میکنه، وگه نه یه دستی هم میتونستم برم. ببخشید خانم، یه امکان داره عینک منو بدین؟ دست عرشی هست. جنازت کشیدم، بیاینم عینک. من که با دست افتادم رو زمین، تمام سنگینی بدنم افتاد رو دستم. دور از جونتون ولی مثل گربه هفتا جون دارین ها. نه اتفاقا همه به هم میگن شکل جیمز باندی، جیمز باند. از دوتا طبقه افتاده، ککشم نمیگزه، همینطور داره نرمش میکنه. بعد ما چهار تا پله رو افتادیم، این اصلا دستمون نمیفته. آقا ما دستتون رو میبندیم، اگر تا صبح بهتر نشد میریم عکس میندازیم. نظر شما چیه؟ به نظر من اگه همین الان عکس بگیرید خیلی بهتره. خب ایشون متخصصن، تشخیصشون خیلی بهتره، پس بریم عکس بندازیم. ببخشیدا، ایشون سال اول تخصص چشمه، متخصص ارتوپد که نیست. ببخشید خانم دکتر، من یه چند وقته که شبا رنگا رو خوب تشخیص نمیدم. پاشو بیا این ماشین رو تحویل بده، من عکس میگیرم برات. کدوم ماشین؟ کدوم ماشین؟ خب کدوم ماشین رو باید تحویل بدم؟ ببین عزیز، همین پنجره پرتت میکنم بیرون. یه دایی همین الان انداختینش پایین دیگه. من انداختم، بابات انداخت. من انداختم، حالا خوبه همه دیدن ها. ای بابا، یه دور شما انداختی ما رو پایین، حالا شما میخوای یه دور دیگه ما رو بندازی؟ بابا من ننداختم، من اومدم بهت کمک بکنم. خب ایشون انداخته، برای من چه فرقی میکنه؟ اوه، حالا این همه داد و بیداد نداره. پات بکش کنار هوشنگ خان، الان زنگ میزنیم پلیس میاد تکلیف رو معلوم میکنه. واسه ببینم پلیس یعنی چی؟ ماشینمونو دزدیده، زنگ نزنم به پلیس؟ حرف دهنتون رو داشته باشید خانم. من خستم، بعد استراحت کنم. میفهمی؟ برای چه برای کار داره؟ راست میگه دیگه بابا رضا، خسته است باید استراحت کنه. این آقا باید دورش خلوت باشه. مامان خواهش میکنم برید یه جای دیگه حرف بزنیم. داداش بیا بریم تو آشپزخونه حرف بزنیم. هوشنگ شما هم یه دقیقه پاشو بیا. ببخشید عذر میخوام، فقط قبل از اینکه برید خواهش میکنم که تکلیف اون 15 میلیونی رو که یادم رفته قرار بود برای چی به من بدیم. آتو گفتم بیا بریم تو آشپزخونه. ای بابا شیرین خانم، شما کجا؟ کسی با شما نبود؟ هر جا عطا بره منم باید اونجا باشم. حالا تو بیا منو بلون بود. عزیز دلم، کجا دست درد میکنه؟ سعیدو ببین. معلومه که نباید به پلیس بگیم، اولا که هاشا میکنه، بعدش هم از خودمون شکایت میکنه. اون از ما شکایت کنه؟ بله، سرشو کوبوندیم به درخت، چایی جوشو ریختین رو صورتش، از پنجره پرتش کردین کف پیاده رو. میخواستین دیگه چی کار کنی؟ چی کار بکنم؟ بذارم بره؟ سارا میگه تا 24 ساعت باید تحت نظر باشه که یه وقت ضربه مغزی نشده باشه. 24 ساعت که میشه فردا؟ خب آره. این منظورت اینه که شب اینجا بخوابه؟ آره دیگه. امکان نداره من اجازه بدم. وا چرا؟ زهره، تو حاضری قبول بکنی که یه دوز شب تو خونت بخوابه؟ ببخشیدا، اون الان دوز نیست، یه انسان بیماره که به کمکم احتیاج داره. آفرین، عجب آدم انسان دوستی شدی. بس بی زحمت لطف کنین انسان بیمار امشب ببر خونه خودت بخوابه. نه، انسان بیمار حتما باید پزشک بالا سرش باشه. سارا پزشکه، من پزشکم. سارا پزشکه؟ اون اگه سواد داشت که تخصص قبول میشه. باشه که باشه. باشه، اصلا برای من مهم نیست. سارا جان پشترمی؟ بله.
معذرت میخوام. من دیگه عادت کردم. یه خواهش میکنم از این به بعد خواستی جایی وارد چی اول در بزن. معمولا برای ورود به آشپزخونه هیچ کس در نمیزنه. بعدش هم این آشپزخونه مگه در داره؟ راست میگی، اصلا باید یه فکری برای اینجا بکنم من. داشتم چی میگفتم؟ داشتید میگفتید اگه سارا سواد داشت که تخصص قبول میشد. ماما این باندا کجاست؟ دست این آقای دوست خیلی درد میکنه. تون کشو دومی است. به هر حال من حاضر نیستم که با یه دوست و یه معتاد زیر یه سقف بخوابم. بخش منظورت از معتاد کی بود؟ ایشیه. نه منم شنیدم گفتی معتاد. منظورم کسی خاصی نبود. نه بگو منظورت با کی بود؟ اصلا اشتباه کردم گفتم معتاد. چرا کسی واکنشو نشون نداد به جز تو؟ روشم بلند میشم از پنجره پرتت میکنم. بس دیگه. این آقا هم باید امشب اینجا بمونه تا ببینیم فردا حالش چه جوری میشه. پس من و عرشیا میریم خونمو. چرا؟ آخه یه جوریه. عرشیا با یه دزد و یه قاتل زیر یه سقف بخوابه. شما چرا همتون دارین منو نگاه میکنین؟ مگه شما هولش دادی سرش خورد به درخت؟ من هولش دادم نه دیگه واقعا بسته ها. زیبا خانم برگردون برش کردون اینهاش من ولش کردم تو زدیش. نه خیر، شما هم زدیش هم ولش کردی. برگردون برگرد بریم. بفرم بیا. اونی که داره هول میده کیه؟ اصلا شیرین خانم شما بکن. نه عطا هول نمیده، عطا داره هدایتش میکنه. اتفاقا شما این که زیرشو خالی کردی. آقا رضا شما کارشناس، شما بگو. یه باری که بزن عقب. بزن. نگاه کن آقا رضا. خوبه. آها. شما بگید اینجا عطا ضربه رو میزنه یا نمیزنه؟ زاویه دیگه هم هست؟ چرا، یه اسپایدر کم هم هست که همین الان همکارانمون تو پخش تصاویرشو مستقیم برامون ارسال میکنن. با حرفایی میزنیم بابا. یه دست که بیشتر ندارم، چند تا زاویه میتونستم بگیرم؟ 10 تا کارشناس دیگه بیان باز همه برمیگردم میگن هوشنگ. آقا من دیگه اصلا صحبت نمیکنم. اگه فردا احیانا این ضرب مغزی شد، قاضی خودش فیلمو میبینه، خودش هم تصمیم میگیره. آقا اصلا مقصر هستی سعیده. من که اصلا تو صحنه نبودم که. نه من. سویچو کی گذاشت رو ماشین؟ شما نذاشته بودی این اتفاق نمیافتاد که. خیلی خوب دیگه بریم بخوابیم. زیبا تو هم اینو خاموشش کن. تا حالا 100 دفعه دیدیم دیگه. چش. شیرین تو عرشیا بیاین پیش من. آقا جهان، ساندویچت اونجا بغل تخته، بخور. این چرا اینجوریه؟ زدی ناکارش کردی، گیجه دیگه. فکر انتقامه. همه خانواده ها شب میشینن دور هم فیلم مفرح میبینن، ما هم نشستیم پای فیلم ببینیم بابا و دایمون کدومشون سر دوز رو کوبیدن به درخت. بهش نگو دوز، زده انتقام میگیره. سارا من میخوام تو اتاق تو بخوابم، برو جامو پنگ کن. باش، شب بخیر. آیه کجا؟ تو کجا؟ دارم میرم رخت خواب بیارم. شب بخیر. شما کجا؟ کجا میرم بخوابم. ببین اینا رو هم پاکش کنم، اصلا کسی لازم نداره. نه تا جا نمیشه، به حکم وظیفه انسانی که من دارم نمیتونم همچی کاری بکنم. ما که نفهمیدیم بالاخره سر این آقا رو کی زده به درخت، ولی پلیس ببینه میفهمه. شب همگی خوش. سعید بابا منم میام پیش تو. بنده خدا صاحب شده تخت منو، چاره نداره. سعید بابا تو که برمیگردی که؟ نه من همونجا رو زمین میخوام. ا
بیا. خبر بده. خب چه خبری؟ چیه؟ از رخت خواب برد. تو مگه بالش نمیزدی سرت؟ چرا؟ خب پچه یه دونه آوردی؟ بر تو آورده. یعنی تو اینجا نمیخوابی؟ نه، میرم تو تاق سی. ستایی؟ آره، درست لباسم آوردم. بابا چیو؟ نمیترسی؟ نه، از چی؟ آخه تو تنهایی، یه دوزم شده. نه بابا جون، این دوز نیست، یه آقای محترمه. بعد تازه دوزم شما از اصلا از دوز نمیترسم. وقتی که چراغ خاموش باشه چی؟ نه بابا، تاریکی که ترس نداره بابا جون. وقتی که شب بشه تو خواب باشی، متکار بذار رو صورته چی؟ نه من حواسم هست عرشیه جان، ولی روم میزم چاقو، ای کرد تو شکمت داد بزم و میاد. عرشی این چیزا چیه داری بهش فکر میکنی؟ پاشو برو بخواب عزیزم. بودو آفری. ده برو دیگه. میشه یه بار دیگه بوست کنم؟ چرا؟ هیچی همینطوری. برو عزیزم، مواظب خودت با شب سختی. چرا گفتی شب خوبیه؟ بخواب.
ببخشید من میخوام برم دستشویی منتها نمیدونم کجاست. پایین دست راست. بله بله خیلی ممنون. کاغذی میخواستم بردارم. بفهمی ممنون. یکی دیگه لازم داشتم ببخشید. دزده کو دستشویی. امشب من اگه از دست شما دوباره سکته نکنم خیلی شانس آوردم. چی کار داری؟ هیچی هیچ کار نداری مگه مریضی ما رو از خواب بیدار میکنی؟ مرحبا بیا بیرون میخوام. چرا؟ خیلی وقت حرف نزدیم من باشم. ترسیدی؟ بس من ترجیبینم همون صحبات صحبت کنم. شب بخیر. حسین 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 شده ترسیدم. از چی؟ ببینی همش داره وول میخوره. تو دو ساعت پیش طرف از پنجره آویزونش کردی، از چیش میترسی؟ فرق میکنه شبه ها. بیا موشه سعید تو هم میای؟ نه نه من خوابم بعدم میخوام از تجربیات پدر بزرگم استفاده کنم. خیلی خوب